تحولات مهمی در چند هفته اخیر در ایران، در خاورمیانه و در آمریکا اتفاق افتادند که سلسله این تحولات سرنوشت آینده این منطقه را رقم خواهد زد. در سوریه و عراق داعش در حال شکست است، شهر موسل را از دست داده و به نظر می‌رسد شهر رقه را نیز به زودی از دست بدهد. اهمیت آینده سوریه بدون داعش و نفوذ رژیم ایران در این کشور به بحث مهم محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است. از طرفی شرکت نفتی توتال اولین شرکت مهم نفتی غرب است که از سال 2010 تا کنون در ایران سرمایه گذاری می کند. همچنین در آمریکا بحث تغییر رژیم جایگزین بحث تغییر رفتار رژیم شده و از طرف مقامات و برخی از کارشناسان مطرح می شود. آمریکا تا کنون سابقه نداشته است. اما سیاست آمریکا چیست و به کدام سمت می رود؟ پیامدهای سیاسی و اقتصادی قرارداد توتال کدامند و موقعیت رژیم در منطقه چگونه است؟ امروز در خدمت آقای حسن دایی، پژوهشگر مسائل ایران و مدیر فروم ایرانیان هستم تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی و تشکر میکنم از شرکتتون در بحث دیگری با رادیو ایران و خیلی خوش آمدید آقای دایی. سلام دارم خدمتتون خانم غفاری عزیز و سلام به همه شنوندگان عزیز. آقای دایی، امروز میخوایم چند تا موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی تحولات اخیر هست در عراق و سوریه و به خطر افتادن نفوذ رژیم ایران توی منطقه. دیگری مطرح شدن بی سابقه بحث تغییر رژیم در آمریکاست و همینطور قرارداد توتال که امروز خیلی سر و صدا کرده. با اجازهتون می‌خوایم از سوریه و عراق شروع کنیم آقای دایی. خیلی خوبه. یه نکته رو من قبلش بگم. بفهم. اینکه چرا ما کلن تو بحثا باید خیلی به این مسائل منطقه و دخالت های جمهوری اسلامی اینقدر وقت بگذاریم راجع بهش صحبت بکنیم؟ ممکنه برای خیلی از هموطنان گیرایی لااقل نداشته باشه، ولی واقعش اینه که من فکر نمی کنم هیچ حکومتی در دنیای امروز به اندازه جمهوری اسلامی اینقدر از جیب مردم خودش خرج خارج نمی کنه. فی سبیل الله و برای رضای خدا هم که نمی کنه که. واقعش اینه که دخالت های منطقه‌ای با سرنوشتش گره خورده، تأثیر میگذاره. این که در منطقه قدرت نمایی میکنه، قاسم سلیمانی درست میکنه، همه اینها به استحکام قدرتش در داخل ربط داره، با هم ربط داره. ما این که صحبت میکنیم به خاطر این که هم بسیار مهمه در سرنوشت حکومت و همین که هر کسی که ادعای مخالفت با این حکومت رو داره نمیتونه این مسئله رو نادیده بگیره. راه مبارزه با حکومت یکیش همینه که جلوی دخالت‌های منطقه جمهوری اسلامی گرفته بشه. مسئله بسیار مهمه. بحث‌های انتزاعی و نمیدونم روشن فکری نیست که ما میکنیم. بسیار مهمه و تأثیر داره در وضعیت حکومت و سرنوشت مردم کشورمون. دقیقا همینطوره. آقای دایی برامون بگین که چه تحولات مهمی توی عراق و سوریه اتفاق افتاده و کلن همطور که گفتی خب مهم است این موضوع ها. موقعیت رژیم در حال حاضر چگونه است و این روند تحولات به نظر شما به کدام سمت داره میره؟ ببینید الان حدود 6 سال و نیم از موقعی که مردم سوریه تظاهرات مسالمت آمیز کردن، دموکراسی میخواستن میگذره. در این 6 سال و نیم رژیم بشار اسد با کمک اصلی جمهوری اسلامی از سال 2015 هم روسیه وارد شد با بمباران‌های هوایی، ولی بخش عمده‌اش جمهوری اسلامی بود. بیش از 500,000 نفر کشته، میلیون‌ها نفر آواره کرده، 10,000 نفر در زندان‌ها زیر شکنجه کشته. یعنی یکی از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر انجام داده. اولا اینکه دنیا، جامعه بین‌المللی انگشت کوچک خودش هم تکون نداد برای مردم سوریه. این یه درس بسیار بزرگه. کوچکترین حمایتی از مردم سوریه نکرده. کوچکترین حمایتی نکرده. و بسیار از اقداماتی هم که میکنه در جهت منافع خودشه. مثلا واقعش اینه که اروپا اصلا فکر مسئله سوریه هم نبود اگر این مسئله مهاجرین یا مسئله تروریست وارد خاکشون نمیشد. بنابراین به کشور خودمون اگه برگردیم این درس باید باشه که فکر نکنیم که اینها از روی دل بخواهی مثلا کشور غربی وقتی به فکر مردم هن. اگرم بیارن مردم رو یه روز حمایت بکنن مطمئن باشید موقعی که منافعشون اقتضا میکنه یا افکار عمومی آمریکا و غرب مجبورشون بکنه که موضع بگیرن مقابل رژیم. بنابراین وظیفه ما به عنوان مخالفین حکومت هم اتفاقا در راستای همین دو بخش آخره. این یکی. دوم خانم غفاری عزیز، بعد از این همه جنایت و نقش اصلی جمهوری اسلامی در این جنایت، یعنی جمهوری اسلامی از پایان 2011 وارد دخالت نظامی شد. ببینید جمهوری اسلامی نزدیک به 6 سال در سوریه این همه جنایت کرد. 38 سال هم هست در منطقه عجیب مردم ایران داره جنایت میکنه، داره خرج میکنه و این کارها رو داره میکنه.
حساب پس نمیده به مردم ایران. خب یه دی حکومت دیکتاتوریه، ولی از نظر سیاسی هم مصون مونده. شما ببینید وقتی آمریکا در یک کشوری دخالت میکنه، کشته میده، بهای مالی میده، اینها در داخل افکار عمومی علیهش پا میشن، باید بها بده. جورج بوش رو دیدید دیگه، بهای سیاسی بسیار مهمی باید بده. درست. جمهوری اسلامی از این قسمتش در مصونه، در داخل با سرکوب و سانسور، در خارج در رسانه های مهم بی بی سی، رادیو فردا، اینها صدها نفر از این خبرنگارانی که همسو با جمهوری اسلامی هن تلاش میکنن به این جنایات جمهوری اسلامی و دخالت های منطقهش رنگ و لعاب بدن، نذارن تاوان پس بده. وقتی که صدها مقاله که آمریکا سوریه رو به هم ریخت، آمریکا میخواد کلنگی بکنه، جمهوری اسلامی داره با داعش میجنگه، قاسم سلیمانی سردار عارفه، تمام اینا برای اینکه جمهوری اسلامی تاوان پس نده. وظیفه ماست اتفاقا بعد بگذاریم حقیقت رو مردم ببینن تا اینا تاوان پس من سر هسته‌ای دیدید دیگه. بله. چه موقعی که دنبال مسئله هسته‌ای بود تاوان نمیداد و چه موقعی که سازش کرد. یعنی یک حصار ایمنی براش در این رسانه ها درست کردن که حساب پس. این دو نکته رو گفتم قبل از اینکه وارد بحث سوریه بشم. بله. ببینید تحولاتی که داره در سوریه و عراق اتفاق میفته، یا بگیم فردای پس از داعش، چون واقعا داعش در موصل که کارش تموم شد، در عراق تقریبا تموم شده است، در سوریه هم احتمالاً در هفته های آینده رقه رو به صورت کامل دست میده، میمونه منطقه دیر الزور که در شرق سوریه هست، منطقه بادیه یا صحرای سوریه هست، دیر الزور در کنار فرات، و دعوای اصلی هم اونجا داره شروع میشه. من فکر نمی‌کنم آینده روشنی داعش در سوریه هم داشته باشه. البته کماکان گروه‌های جهادی به اصطلاح هم بازمانده های جبهه نصر با اسامی مختلف کار میکنن، در ادلب هستن، در بخش های دیگه هم هستن. خب در سوریه اتفاقی که داره میفته، ما داریم به سوی فردای پس از داعش داریم، یا به اصطلاح اینکه چه نیرویی در اونجا داره قدرت. تحولی که الان در طی چند ماه گذشته و در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم داره رقم زده میشه در سوریه و در عراق، اغراق نمیشه کرد که آینده منطقه رو برای سالها رقم خواهد زد. بسیار مهمه، بسیار مهم. و من یه گزارشی که چند هفته پیش ویدیویی درست کردم در مورد همین تحولات سوریه، و خیلی جالبه که در رسانه های غربی، شاید میتونید صدها اگه اغراق نکنم، گزارش مهم از طرف کارشناسان در مؤسسات فکری راجع به این مسئله بحث و گفتگوه. تحولاتی که داره در شرق سوریه به ویژه میشه و در شمال عراق، که بسیار مهمه در آینده منطقه. نقش اصلیش هم برمیگرده به جمهوری اسلامی که در اونجا هست. یک دونه به ندرت شما میتونید در رسانه های فارسی این طرف مرز و اون طرف مرز پیدا بکنید. سکوت نمیگه. حالا اتفاقی که داره میفته اینه که ببینید جمهوری اسلامی داره آرام آرام به هدفهای نظامی خودش دست پیدا میکنه. هدف نظامی جمهوری اسلامی چیه؟ هدفش یکی اینه که در غرب سوریه، ببینید غرب سوریه رو ما اگر بالا به پایین شروع بکنیم، بالا با همجوار با لبنانه که خب اونجا براش بسیار مهمه، برای اینکه حزب الله اونجا هست، بنابراین اون منطقه رو همین الان هم در کنترل دارن جمهوری اسلامی، یعنی سپاه قدس و حزب الله و ده ها گروه میلیشیای شیعه که واسه یک. بعد که میام یکم پایین تر دوباره در همون غرب سوریه بلندی های جولان که در انگلیسی بهش میگن گولان، تپه‌های جولان، یعنی مرز با اسرائیل. هدف جمهوری اسلامی کنترل این منطقه است. اسرائیل میخواد جلوشون رو بگیره. من فکر نمی‌کنم دراز مدت راه حلی نظامی داشته باشه برای اینکه جمهوری اسلامی مسلط نشه. پایین که میاد میشه مرز اردن، جمهوری اسلامی و سپاه قدس در اونجا دارن حلقه رو تنگتر میکنن به طرف جلو میره. بنابراین یکیش کنترل غرب سوریه است برای جمهوری اسلامی، بسیار مهمه. شیعیان رو برده اونجا داره اسکان میده، خیلی داره اونجا نیروی استراتژیک برده، از نظر مالی داره خرج میکنه این منطقه رو بتونه حتی اگه اسد هم بره کنترل بکنه. نکته دومش که دنبال هدفه اینه که پایگاه نظامی ثابت داشته باشه و حضور نظامی ثابت داشته باشه. به بهانه مبارزه با تروریسم و سلفی ها و اونجایی که بحران سوریه به این زودی ها تمام نخواهد شد، به این هم احتمال زیاد دست پیدا خواهد کرد. هدف سوم استراتژیکش کنترل مرزهای اصلی سوریه با عراق، تا به گفته خودشون یک کریدور نظامی از تهران تا مدیترانه رو در کنترل داشته باشن. از قسمت عراق هشت و شبی، یعنی میلیشیاهای وابسته به سپاه قدس، الان دو مرز منطقه مرزی مهم رو، یکی در غرب موصل در استان نینوا با سوریه رو در اختیار گرفتن،
یکی هم در دست چپ به اصطلاح این منطقه گرفتن و نزدیک طنف میشه، نزدیک مرز اردن در غرب عراق اومدن بالا در استان علمبار اون مرز رو گرفتن. حالا کاری که جمهوری اسلامی کرد برای کنترل این مرزها اینکه جلوی آمریکا پیچید یه منطقه ای رو و راه آمریکا و نیروهای متحد آمریکا، یعنی نیروهای ارتش آزاد در قسمت نزدیک به اردن رو و نیروهای کرد متحد آمریکا در شمال عراق رو، راهشون رو بست که نتونن وارد منطقه مرکزی سوریه که اون کوریدور هست بشن و الان هم دارن به سمت مرز المکمال میرن که اونجا رو به نظر من کنترل خواهند کرد. هدف جمهوری اسلامی از این کوریدور یکی ارسال اسلحه و تسلیحات به حزب الله لبنانه، ولی مهمتر از همه ببینید خیلی مسئله کوریدور مهمه. دیروز میدیدم که رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در یک کنفرانسی که بود میگفت این اتفاقی بیفته که داره میفته، به نظر من آمریکا تمایل و توانش رو، توان نظامی یعنی بهانه میخواد بده جلوشو بگیره خواهد کرد. میگه که اون تغییر استراتژیک در منطقه است، یعنی یه تحول استراتژیک. مسئله این نیست که فقط ارسال اسلحه بکنه، خب تو الان هم میکرده با هواپیما فرستاده درست، یا با کشتی مدیترانه میاد به لاذقیه سوریه میفرسته، مهم نیست. مهم اینه که ببینید وقتی جمهوری اسلامی در لبنان با داشتن یک حزب الله میتونه لبنان رو کنترل کنه، وقتی که مرزی نباشه بین عراق و سوریه، شما نزدیک به 100 هزار هشت و شعبی میلیشیا های عراقی داره جمهوری اسلامی در عراق، نزدیک ده ها هزار میلیشیا ها فاطمیون و زینبی و خود سپاقوس در سوریه، تازه تو خود سوریه هم نیروهای خود اونجا هم درست کرده، تربیت کرده، نیروهای حزب الله توری در اونجا داره. وقتی که مرز نباشه یعنی این نیروها میتونن هر کشوری خواستن برن و بیان، یعنی دیگه فقط در عراق این هشت و شعبی نیست که قدرت نظامیش میتونه تبدیل بشه به قدرت سیاسی و نفوذ. پشتوانه هشت و شعبی ده ها هزار نیروی فاطمیون و زینبیون و بقیه هستن که در سوریه هستن، میتونن هر لحظه خواستن دخالت کنن. حزب الله لبنان هم موقع خواست میتونه در عراق باشه، میتونه در سوریه باشه. یعنی وقتی مرز نباشه این ارتشی که خود جمهوری اسلامی میگه ارتش بین المللی شیعه میتونه همه جا رفت آمد بکنه، یعنی کنترل کامل از مدیترانه تا هزاره افغانستان. این تغییر استراتژیک، این تحول مهمی که داره در سوریه میشه. آیا صدی در مقابل رژیم وجود داره آقای دایی؟ ببینید اولا بحران سوریه خب تموم نشده که، به زودی هم که تموم نمیشه که. درست. سوال اینجاست آمریکا الان میخواد جلوشونو بگیره؟ نه، دو هفته پیش رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت که آقا اگر نیروهای سوریه یا هر کس دیگری، منظورش جمهوری اسلامی که متحد سوریه است، میخوان برن اون منطقه دیر و زور و مرز با عراق رو بگیرن، ما هیچ مشکلی نداریم. یعنی رسما اعلام کردن که ما درگیری نمیخوایم. حتی متحدین اصلی آمریکا در سوریه، یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه که اصلش کردهای سوریه هستن، الان در منطقه آفرین در اون شمال غربی رسما جمهوری اسلامی حضور داره و حتی اعلام کردن که ما رقر که پس میگیریم مانعی برای حضور بشار اسد و نیروهای بشار اسد نیست، دشمنی ندارن، اصلا اهل درگیری با بشار اسد نیستن. آمریکا اومد چند بار که نیروهای وابسته به سپاه قدس وارد منطقه تنف شدن، اون مرزی که نزدیک اردنه، مرز سوریه عراق که نزدیک اردن، مرزی که اون منطقه بسیار کنترل شده اومدن، اینها رو هم مورد حمله قرار داد. یک هواپیمای سوری هم که حمله کردن به نیروهای کرد اونم سرنگون کرد، ولی آمریکا اهل این که بیاد درگیر بشه با سپاه قدس نیست. سپاه قدس عملا پیچیده جلوی آمریکا در دو جبهه، راه آمریکا رو برای کنترل اون وادی عراق بسته. آمریکا هم اعلام کرده ما اهل درگیری نیستیم، اهل حضور نظامی دراز مدت در سوریه هم نیستیم. آمریکا و واشنگتن هم کسی حاضر به پرداخت بهای نظامی و سیاسی و مالی برای درگیری با جمهوری اسلامی در سوریه نیست. جمهوری اسلامی که بهانه میده که از جیب ملت سالی 15 میلیارد داره خرج سوریه میکنه، بنابراین من از نظر نظامی لااقل در کوتاه مدت مانعی برای پیشرفت جمهوری اسلامی نمیرم. اما داستان چیز دیگریه. ببینید ما وقتی میگیم تحول میشه و این معنا نیست که پیروز شده جمهوری اسلامی، که مهم چیه. ببینید جمهوری اسلامی هر جا در هر پروژه مهمی که داشته جلوی خودش خالی دیده، به قول احمد نژاد ماشین بین دنده و ترمز شرکت کرد. سر مسئله هسته یادتونه دیگه، وقتی که آمریکا در عراق گیر کرد تو باتلاق عراق و جمهوری اسلامی هم وضع مالیش خوب و خوب بود، ماشین بین دنده و ترمزش و هسته ایشو در سال 2005 راه انداخته بود، رفت جلو رفت جلو، به یه جایی رسید
که دیگه قابل تحمل برای جامعه بین المللی نبود. تحریم های همه جانبه و کمرشکن بین المللی در سال 2010 شروع شد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد. حالا متاسفانه آقای اوباما وسطش کوتاه اومد، امتیاز به اینا داد. منظورم اینه که به یه جایی خواهد رسید که جلوش میستن. جمهوری اسلامی این کوریدوری که میخواد بکشه، چه استار علمبار عراق باشه، چه اون منطقه بادیه باشه، اصلا سوریه 80 درصدشون سنی هست، مناطق سنی نشین، این کوریدور تعادل استراتژیک خاورمیانه رو به هم میزنه. تهدید واقعی برای اسرائیل، تهدید واقعی برای عربستان و اردنه. تحمل نمیکنن. الان جمهوری اسلامی چجوری میخواد این کوریدور رو حفظ کنه؟ صحبت الان بین برآوردها بالای 150 هزار نیروی نظامی که جمهوری اسلامی سپاه قدس در این کوریدور داره خرجشون رو میده، یعنی میلیاردها داره خرجشون میده. هرچی هم به جلو میریم ببینید از سال 2011 تا کنون جمهوری اسلامی درسته که حضور نظامش گسترده تر شده، ولی بهاش بیشتر شده. هی داره کشته میده، هی داره پول میده، خصومت ها هم باش افزایش پیدا کرده. بنابراین برخورد نظامی با جمهوری اسلامی از جانب آمریکا که نخواهد بود، ولی از اونجایی که حفظ این کوریدور در مناطق سنی نشین تهدید استراتژیک و امنیتی برای اکثر کشورهای منطقه هست، خصومت ها افزایش پیدا میکنه. من نمیبینم جمهوری اسلامی با این اقتصاد ورشکستگی، این باتلاقی که داره خودش هرچه بیشتر درش فرو میره رو بتونه ادامه بده. بنابراین داره در حقیقت خودش میبره در باتلاق گسترده تری، ابعاد بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر از مسئله هستی. درسته. آقای دایی، موضوع دیگر بحث تغییر رژیم هست که تا به حال موضوع تغییر رفتار رژیم بود، به خصوص توی آمریکا، که از وزیر خارجه آمریکا آقای تیلرسون و یا تا کارشناسان مثل مارک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی یا حتی خود ریتکیه زیاد بهش میپردازن. علت این رو لطفاً برامون توضیح بدین و اینکه بفهمید که مگه چیزی در رابطه با رژیم تغییر کرده که بحث تغییر رژیم الان اینقدر داغه توی آمریکا. اتفاقا رب داره به همین تحولات خاورمیانه هم رب داره. اولا در رابطه با تغییر رژیم، ببینید مهم اینه که اتفاقا دیدید که راجع به کره شمالی حرف میزنن، میگن مثلا گزینه نظامی، میگن سه تا گزینه داریم. ما گزینه نظامی داریم، یکی هم بریم مذاکره بکنیم و امتیاز بدیم، یکی هم تحریم کنیم. صحبت تغییر رژیم کسی نمیکنه، ولی به ایران که میرسه صحبت تغییر رژیمه. درست. چرا؟ تفاوت عمدهش اینه که بابا در ایران بالاخره 38 سال مردم دارن با این حکومت مبارزه میکنن. 8 سال پیش رژیم در آستانه سقوط قرار داشت به خاطر مخالفت ها. اپوزیسیون وجود داره در شکل های مختلف در داخل، یعنی یه جنبش واقعی وجود داره. بنابراین وقتی صحبت در تغییر رژیمه در آمریکا، اونی که منظورشونه لشکرکشی و قشون بردن به ایران نیست، یعنی حمایت از مبارزات مردم ایران. ولی لابی های جمهوری اسلامی و این اصلاح طلبان قلابی که به خارج اومدن، اینا میخوان این دوتا رو یکی کنن. تا صحبت تغییر رژیم بشه در واشنگتن، آقا بگن آقا میخوان لشکرکشی کنید، مثل عراق برید بندازید. نه، اینا دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. اینا میخوان به اون سمت نره که آمریکا هم مردم ایران حمایت کنه. اما چه تغییری در واشنگتن شده که این صحبت ها میشه؟ ناشی از چیه؟ آیا واقعا اینقدر مثلا نارضایتی های مردم افزایش پیدا کرده، یا موج نارضایتی ها در داخل زیاد بوده، تضاد بین حکومت با مردم ایران اینقدر افزایش پیدا کرده یه دفعه همه فکر تغییر رژیم افتادن؟ نه، اون که به طور کیفی که 6 سال پیش و 1 سال پیش هم که همین بوده حدودن، حالا بیشتر شده. درسته نارضایتی ها بیشتر شده، درسته که مردم بیشتر تظاهرات حتی در خیابون، نارضایتی ها همه اینا هست، اختلافات داخلشون افزایش پیدا کرده، همه اینا هست. اون چی که تغییر کرده اتفاقا اینه، ببینید یه نمونه شو مسئله منطقه رو ما گفتیم. بالاخره آمریکا که نمیخواد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی در سراسر منطقه بکنه، تو عراق تجربه کرد، از لبنان تا اینجا. همین لبنان 100 تا مگه قطعنامه نبردن الی حزب الله که خلع سلاحش کنن، تحریمش کنن، حریف که نشدن که. وقتی که شما با جمهوری اسلامی مماشات کردی، به هیچ جا نرسیدی، همونطور که آقای اوباما کرد و قبلش هم میکردن، ولی دیگه اوجش آقای اوباما بود، درست، امتیاز دادی، تحریما رو برداشتید، ببینید جمهوری اسلامی تو منطقه گستاختش. تحریم هم کردی، دیدی تحریم هم یه حدی داره. اروپا هم الان دیگه همراهی نمیکنه، روسیه و چین هم همراهی نمیکنن، درست؟ میمونه چه فاکتوری؟ درگیری نظامی هم که نمیخواد بکنه، میمونه فاکتوری که هیچ وقت اهمیت ندادن وقتی 8 9 سال پیش مردم تو خیابون بودن روشونو کردن اون بعد. اون چیه؟ ضد بین مردم با حکومت. این نیاز، ببینه آمریکا، این تحولی که داره تو منطقه میشه ناشی از ذهن ما نیست بشینیم تحلیل کنیم.
تمام گزارشات مهم بین‌المللی رو برید بخونید. این واقعیه، درست سال رسانه‌های فارسی چی نمیگن. تحولاتی که در منطقه داره میشه تهدید استراتژیک واقعی جدی حیاتی برای اسرائیل، برای کشورهای منطقه، اردن و عربستان و برای منافع درازمدت آمریکاست. این تحول یعنی خطر روزافزون رژیم، تهدیدی که داره از یه طرف، دوم شناخت و رسیدن به این نقطه که آقا تحریم یا مماشات عملی نیست در مقابل با رفتار این جمهوری اسلامی به تو تنهایی، تحریم کافی نیست و مماشات هم فایده نداره و از اونجایی که آمریکا نمیخواد دخالت نظامی درگیری نظام داشته باشه، این فاکتور یعنی تغییر رژیم مطرح شده به شکل‌های مختلف. یه نوش آقای تیلرسون میگه، یه نوش آقای تکیه میگه، یه نوع آقای دوبویس میگه. و حلی طرح این مسئله، طرح این گفتمان و راه حل ناشی از یک اجباره، از روی دل بخواه و حمایت مردم ایران نیست. هم تو راجع به سوریه گفتم، اینجور نیست که آقای دوبویس یا آقای تکیه نشستن نگرانیشون مثلا مبارزات مردم ایرانی، نه، همونطور که در مورد سوریه کسی انگشتش هم تکون نداد، در مورد ایران یک نیازه. و اتفاقا حرفی که بارها و بارها ماها گفتیم که آقا بین خواسته های اساسی مردم ایران با جامعه اینو بین المللی در رابطه با رژیم یک وجه مشترک وجود داره، باید این وجه مشترک ها رو به هم نزدیک کرد. لابی های رژیم و اون به اصطلاح دونکیشوت های خیالی ضد امپریالیستی که نشستن در پاریس و در نمیدونم واشنگتن شمشیر کشتن برای امپریالیست، اینها سعی میکنن با آلوده کردن فضا نذارن این وجه مشترک بین مردم ایران با غرب شکل بگیره. دکان باز کردن، دکان های ضد امپریالیستی و ضد اسرائیل، این دکان ها رو باید تحلیل کرد. دقیقا آقای دایی، توی این چارچوب که الان توضیح دادید، قرارداد توتال چه معنای پیدا میکنه و کلا پیامد سیاسی و اقتصادی این سرمایه گذاری چی هست؟ ببینید این پیام بدی داره. اولا که راجع به فرانسه بگم، دیدید که همین چند روز پیش آقای ماکرون در حضور آقای ترامپ وقتی صحبت کردم و بحث که بارها کرده اینه که میخواد با اسد کنار بیاد، اصلا میگه آقا اسد هم بمونه هیچ مسئله. نگرانی اصلی فرانسه چیه؟ پناهندگان و تروریست، درسته؟ اینه مشکلش. اینه البته استراتژی که فکر نمیکنه، که نمیدونه که آقا همین تروریسم اینا ناشی از اسد و دخالت های جمهوری اسلامی در سوریه. برای این حال تو برو با یه قصاب دمشق که 500,000 کشته میخوای کنار بیاد، خب مگه میتونی؟ راه حل داره مگه؟ حالا بماند. ولی کلا اروپا هیچ وقت در روابطش با کشورها اینها استراتژیک که فکر نمیکنه، که بیشتر منافع اقتصادی و حتی معاملات کوچیک براش این مهمه. برخلاف آمریکا که میره تو عراق یه تریلیون هم ممکنه خرج کنه، تو افغانستان هم الان هست، ابرقدرت که نیستن. فرانسه براش منفعت اقتصادی. حالا این یکی. دوم این متاسفانه فضایی که آقای ترامپ ایجاد کرده. ببینید موقعی که آقای ترامپ اومد سه پایه نگرانی وجود داشت از نظر من که هنوز هست. یکی دوستی با روسیه است در منطقه، روسیه یعنی همکاری با جمهوری اسلامی. الان در سوریه داریم میبینیم پیروی از روسیه است، سپردن این آتش بس و تمام اینها، یعنی کلید رو دادن دست پوتین، یعنی امید بستن به اون، یعنی دخیل بستن به امامزاده پوتین، یعنی رسمیت دادن به حضور جمهوری اسلامی در سوریه. این اشتباه اوله که متاسفانه میبینیم که حالا من نمیدونم دلیل این دلبستگی آقای ترامپ به پوتین رو من نمیفهمم. دوم این مسئله نگرانی که هست شکاف با اروپاست. هرچی شکاف بین آمریکا و اروپا بیشتر باشه، اروپا دستش خودش رو بازتر میبینه که با جمهوری اسلامی نزدیک شه، جمهوری اسلامی هم از این شکاف استفاده کنه. سوم نگاه بیزینسی، معامله‌ای، نگاه آقای ترامپ که معامله، آقا بریم با این بسازیم، ما از کره جنوبی و ژاپن به شرطی دفاع میکنیم که مثلا به ما پول بدن، یعنی بیزینسی. مگه باجگیریه داستان که شما پول به ما بده من مواظبت باشم؟ این نگاه هم اشتباس. این توتال و اینها هیچ کدوم ایران نمیرفتن. موقعی که خزانه داری آمریکا اوکی داد به معامله بوئینگ که در زمان آقای اوباما امضا شده بود و بعد نمایندگان بوئینگ پاشن رفتن ایران با یه قرارداد دومی هم با شرکت آسمان در تهران بستن، بعد خود تریجری خزانه داری آمریکا معامله ایرباس هم اوکی داد. چون ببینید ایرباس هر هواپیمایی که بیش از 10% تجهیزاتش آمریکایی باشه بعد اجازه میگیره از آمریکا برای صدور به ایران، اوکی داد. تمام این اوکی ها فضا رو فراهم کرد که توتال بره ایران، چون مانع قانونی برای رفتن توتال نیست. مجموعه نگرانی ها در مورد تحریم های آینده آمریکا و همه اینها باعث شد که نره، درست؟ ولی همین چراغ سبز ها
حالا برخی رسانه ها گفتن که اصلا برای رفتن توتال به ایران آمریکا چراغ سبز هم داده و گفته اشکال نداره برو، حالا اونو من نمیدونم، ولی لااقل این فضای بیزینسی که ایجاد شده رفت. بنابراین اولین پیامش اینه که آقا معامله با جمهوری اسلامی خطر نداره، این یکی پیام بسیار بدیه. اثرات اقتصادی این قرارداد توتال چیه؟ بسیار محدوده، چون خود زنگنه پریروز دوباره تکرار کرد حرفی که قبلا گفته بود که آقا صنعت نفت ما داغونه، ما برای نجات صنعت نفت و گاز در 5 سال آینده 200 میلیارد سرمایه گذاری میخوام. حالا 4.8 میلیارد توتال رفته سرمایه گذاری کرد، 4.8 کجا تا 200 کجا؟ بنابراین اثر آنچنانی نداره. پولی هم که نصیب جمهوری اسلامی خواهد کرد از سال 2021 حدود سال 4 میلیارد تو جیب جمهوری اسلامی خواهد ریخت. بنابراین تغییر بنیادین یا تاثیر بنیادین بر اقتصاد ورشکسته نداره. یک. دوم، آیا باعث خواهد شد که همه کمپانی ها الان سر از پا نشکنن برن تو ایران؟ نه، به موج تبدیل نمیشه به اعتقاد من، نه لااقل در کوتاه مدت، به خاطر نگرانی های جدی که وجود داره. توتال ریسک بالایی نکرده، توتال از 4 و 8 میلیاردی که سرمایه گذاری خواهد شد در چند سال 2.5 میلیاردش خواهد داد، خیلی سریع هم پولش رو به دست میاره، یعنی هر موقع تحریم های جدیدی بیاد میره کنار، مسئله نی پولش رو به دست آورده، بنابراین اون ریسک نکرده. اما سرمایه گذاری استراتژیک در صنعت نفت و گاز ایران که احتیاج به صدها میلیارد دلار داره رو کمپانی خارجی نمیکنن، به خاطر اینکه یکی تحریم های مالی کماکان پابرجاست، توتال اومده با یورو با پول خودش داره سرمایه گذاری میکنه، هیچ بانکی پشتش نبوده، پول خودشه. حتی قرارداد پتروشیمی هم که میگه میخوام بذاریم به شرطی که بانک‌ها پول بذارن، ما پول دیگه مثل قرارداد پارس جنوبی پول نمیذاریم. یکی تحریم‌های مالی که وجود داره، تحریم‌های کنگره در راه، تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا هنوز سر جاشه و مهمتر از همه تحریم‌های هسته‌ای هم تعلیقه، یعنی لرزان، ممکنه برگردن. این فضای نامطمئن و تهدیدات منطقه‌ای که از طرف جمهوری اسلامی هست به نظر من باعث میشه که رفتن شرکت توتال اینطور نخواهد بود که موج سرازیر بشه کمپانی‌های خارجی برن. میدونه که اگه کمپانی‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری بکنن اینا میشن متحد استراتژیک جمهوری اسلامی، میشن لابی جمهوری اسلامی، کم تو که در گذشتن بودن، ولی وقتی برن در داخل ایران برای حفاظت از منافع خودشون هم جلوگیری خواهند کرد تحریم‌های آتی و فشار به جمهوری اسلامی، میشن دوست و متحد جمهوری اسلامی و این بسیار امر خطرناکه و باید باش مبارزه کرد. هنوز شواهدی وجود نداره آقای دایی که کمپانی های دیگر هم راه توتال رو در پیش بگیرند، ولی رژیم و خود روحانی به خصوص خیلی ذوق زده شده بود از این قرارداد، فکر کنم خودشون هم باور نمیکردن که قرارداد بالاخره رسمی بشه و امضا بشه، چون رفته بود و رئیس شرکت توتال رو دیدار کرده بود خود روحانی. آقا دایی البته یکم شما توضیح دادید در رابطه با نگاهتون به سیاست جدید آمریکا تو این 7 ماهی که از شروع دولت ترامپ میگذره، ولی میخواستم به طور کلی برای پایان این بخش توضیح بدید که در کل سیاست آمریکا رو توی دولت جدید تا به حال چگونه برآورد میکنید شما؟ همین امروز صبح من داشتم میخوندم راجع به قطر، چون بخوام این قطر دعوایی که پیدا شده با عربستان و امارات دیترم با قطر، آقای رکس تیلرسون رفته اونجا و داره میانجیگری میکنه. نگاه میکردم به یه کارشناس همون منطقه و اشته بود حرفای زد و نقیزی که بین کاخ سفید و آقای تیلرسون در مورد همین بحران بوده رو داشت کنار هم گذاشته بود، یعنی یک بلبشو، یعنی واقعش اینه که آخه شما نگاه کنید مثلا یه رفراندوم اردوغان گذاشت در ترکیه همین یه ماه پیش، وزارت خارجه بیانیه داد که آقا این به اصطلاح مخدوش بوده یا از نظر حقوق بشری نبوده و و و با معیارهای انتخابات آزاد یا رفراندوم آزاد نمیخونده. همون روز آقای ترامپ تلفن زد تبریک و برد و اون با من نمیشه که بخوام بگم ببینید یک بی‌نظمی عجیب و غریبی در این دولت هست. ما الان 7 ماه حدودا 7 ماه دولت آقای ترامپ ما سرکار، حالا میگن ما داریم میخوام بررسی کنیم که سیاست آمریکا در رابطه با ایران چیه، یه آقای میگن رد میشد دید یه نفر نشسته خالی خالی داره هی پنیر میخوره، اگه که دوستاش بهش گفت آقا هر دفعه من تو رو میبینم داری پنیر میخوری، پنیر خالی میگن نخور، میگن برای مشاعر خوب نی. اون مشاعر چیه؟ گفت بخور دیگه دیر شده. حالا آمریکا داره 7 ماه بررسی میکنه که ما رابطه با جمهوری اسلامی چیکار بکنیم. خب آقا توی 7 ماه وقتی قراردادها بسته بشه، وقتی جمهوری اسلامی تو منطقه جلو بیاد، دیگه شما بعد از 7 ماه سیاستی که بخواید تایید بکنید دستتون بسته تره، که یعنی بی سیاستی خودش یه سیاسته. بنابراین یکی بی سیاستی استراتژی مشخصی نیست، دوم واقعش اینه که کاخ سفید
یک حالتی وجود داره که اصلا مثل که بین کاخ سفید و وزارت خارجه و وزارت دفاع هیچ هماهنگی نیست. الان بهترین تیم امنیت ملی رو آمریکا داره، درست. جنرال ماتیس وزیر دفاع، جنرال مکمستر رئیس سیا، تمام اینا، حتی وزیر خارجه، واقعا به نظر میرسه که وزنه ای بر خودش الان، ولی هیچ نظم و ترتیب و استراتژی نیست. من خیلی نگرانم. واقعش اینه که یک دولت ضعیف و نامحبوب در آمریکا که شکاف داره با اروپا و استراتژی هم نداشته باشه، جمهوری اسلامی کار خودش رو پیش میبره. این واقعا باعث نگرانی. ببینید، من چیزی که میخوام بگم اینه که فضا خوبیه، فضا مماشات تموم شده، ولی کار زیاد میشه کرد. الان در واشنگتن واقعا میشه کار زیاد کرد، در اروپا میشه کار زیاد کرد. از این فضا باید استفاده کرد، بهترین فرصت ما بتونیم حرفامون رو بزنیم، تاثیر بذاریم رو سیاست آمریکا. از این زاویه من فکر کنم که فضای خوبیه، ولی نگرانی ها زیاده. واقعش اینه که وقتی من نگاه میکنم راجع به سوریه، راجع به اینکه بیزنس با ایران خوبه یا بده، تمام اینا، اون کسانی که در واشنگتن اینقدر نگرانن، مقاله می نویسن، میگن، اتفاقا کسانی هستند که مخالف آقای اوباما بودن، کسانی بودن که در آغاز خیلیشون طرفدار آقای ترامپ بودن یا هستن. من همین چند روز پیش دیدم آقای ولید فارس که خودشو مشاور آقای ترامپ میدونه یا بوده یا هست، دیدم تو فیسبوکش ایشون نوشته که تحولاتی که در شرق سوریه، یعنی اون مسئله کوریدور و مرزهای سوریه را داره میگذره و پیشروی جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است و من امیدوارم که کاخ سفید این مسئله رو ببینه. اه آقا، چرا تو فیسبوک نوشتی که من ببینم یا دیگران ببینن؟ برو به کاخ سفید بگو. یعنی شما اینقدر نگرانی که حرف تو کاخ سفید توجه نمیکنه. جای نگرانی هست. من میخوام بگم هم فضای فعالیت هست به خاطر رفتار جمهوری اسلامی، به خاطر که مماشات جواب نده، دوران 8 ساله مماشات آقای اوباما تموم شده، فضای کار هست، ولی نگرانی هم زیاده. فکر نکنید که عرض کردم برای سوریه انگشت خودشم کسی تکون ندم. این درس رو در واشنگتن هم داشت. لابی های جمهوری اسلامی، نمیدونید، من هیچ دوره ای ندیدم که اینقدر اینا فعال باشن. نفوذ تو دولت ندارن، نفوذ تو دولت دیگه ندارن، تو وزارت خارجه بسیار نفوذشون کم شده، خب تو کاخ سفید هم که نیستن، ولی نمیدونید چقدر اینا دارن فعالیت میکنن. از همه جانب همه متحدین آمریکای خودشون به کار گرفتن، فعالیت میکنن. بنابراین ما هم وظیفه داریم حرفا رو هی بگیم، بخوایم از هموطنان که دخالت بکنن، تاثیر بگذارن. امیدوارم که واقعا یه تحول مثبتی لاقل در واشنگتن بشه. ببینید، به این حرفای عذر میخوام، مفتی که یه عده از که اسم خودشون گذاشتن فعالین سیاسی میگذارن که آخ نمیدونم فلان، حالا من به مجاهدین کاری ندارم، میرن دیدار بکنن. ببینید، آقای رضا پهلوی پشت رفته 3 تا نماینده رو دیده، درست؟ حالا من برد این کار خیلی محدوده، چون برید 3 نفر در بزنید ببینید، درست؟ ولی سر همه اینم بساط رو انداختن، 50 تا مقاله نوشتن. چرا؟ یه دوستی داشتیم میگم ما رفته بودیم اون قدیما که غذای امام حسین میدادن، نظری میدادن، میگفت 4 نفر یه بار بود، میگم ما 3 تا جوان بودیم با یکی دیگه افتادیم بغل دست ما که بنده خدا یه روز مسلم بود، دندونش هم وضع خوبی نداشت. این دید ما داریم تون تون میخوریم، یه دفعه دست ما رو گرفت، گفت تون تون نخوریم، برای سلامتی خیلی بده. گفتیم نه آقا، برای سلامتی ما خیلی خوب، فکر خودت باش. اینا، این لابی های رژیم، این اصلاح طلب های قلابی و دوستان نظام، با اینکه تون تون نخورید و بده و برای سلامتیتون بده، میخوان هر گونه تماس با سیاستمدارای آمریکایی و غربی رو حرام جلوه بدن، مذموم جلوه بدن، که جمهوری اسلامی هر کاری دلش خواست بکنه. حالا یه عده‌شون دانسته میکنن، یه عده‌شون هم هنوز تو سالهای 70 زندگی میکنن دیگه، هنوز فکر میکنن جنگ سرده، هنوز جنگ سرده. یه عده سوار شترهای خودشون شدن، اسم هم نه، سوار شتر شدن با شمشیر چوبی، میخوان برن به جنگ امپریالیسم هم تو واشنگتن. برید آقا، برید بکنید. با چراغ نوری واقعا به این حرفای مفت نباید گوش کرد، اینا همه حرف مفت دروغه. دقیقا همینطوره. آقای دایی خیلی ممنونم از شرکتتون در این بحث و روز خوبی براتون آرزو دارم. امیدوارم که، میدونم اپوزیسیون اصل ایران توی این زمینه بسیار فعال هست، امیدوارم که به نتیجه برسیم و مردم ایران بالاخره روی آسایش و آزادی رو ببینن. خیلی لطف کردی خانم غفاری، ممنونم از محبتتون.
زد اما مرده اوست، جسم من زخمی ولی افسرده اوست، من میان موج و طوفانم ولی آن که از این دستی خورده اوست. خزان خسته و هرچه من بالنده تر پنج مرده اوست. در این پیکار پایانی کسی از جان نمی ترسه، بیار ای موج طوفان زا بت از طوفان نمی ترسه، بت از طوفان نمی ترسه، نمی ترسه. چکوهم او چکا، من سپیدم او سیاه، من در اوج قل او بامانده ای در قهر چا، کاغذم من داد خواه های هوی صد سپاه، در امانش ناورد از من در این آوردگاه، کار من از من در آهرمان گذشت، کار من از غصه افسردن گذشت، هرچه بند و کند و زندان پیشه اوست، کار من پیشه زدن بر پیشه اوست، هرچه بند و کند و زندان پیشه اوست، کار من پیشه زدن بر پیشه اوست، کار من پیشه زدن. نمی ترسد، نمی ترسد، نمی ترسد.